ضعف ماهویه نظام ولایت فقیه و لرزان بودن پایه‌های این نظام در اثر بحران‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و ورشکستگی اقتصادی باعث شده که کوچکترین تحولی ولو اینکه خارج از مرزهای ایران باشد به عنوان یک تضاد و به صورت جنگ و جدال بین باندها در نظام آخوندی سرریز شود. قیام مردم اوکراین هم یکی از حوادثی است که حدود 2 ماه است اثرات خود را در حاکمیت آخوندها به صورت افزایش تضاد و جنگ باندها نشان می‌دهد. باند ولی فقیه که از پیروزی مردم اوکراین علیه دیکتاتور معزول این کشور به وحشت افتاده بود، نگران این بود که نکند موضوع نقض حقوق بشر در رژیم آخوندی روزی روی میز قدرت‌های بزرگ برود، به یک موضوع بین‌المللی تبدیل شود و باعث شود که سناریوی اوکراین برای نظام ولایت اجرا شود. قلمزنان باند خامنه‌ای ضمن ابراز نگرانی در مورد قیام مردم اوکراین، آن را دستمایه‌ای برای حمله به سیاست خارجی باند رفسنجانی روحانی و دولت آخوند حسن روحانی کرده بودند. متقابلاً باند رفسنجانی روحانی به باند ولی فقیه هشدار می‌داد که اگر از کارشکنی در پیشبرد خط وابسته گرایانه آنها و سیاست خارجی دولت حسن روحانی دست بر ندارد، نظام آخوندی هم به سرنوشت دیکتاتور معزول اوکراین گرفتار خواهد شد. بنابراین بحران اوکراین به عنوان یک عامل تشدید کننده شق و شکاف های درونی رژیم عمل کرد و جنگ باندهای درونی رژیم را گسترش داد. در راستای این شکاف و در راستای آویختن این باند به دامن غرب، یکی از مقامات دولت روحانی پیشنهاد کرده است در صورت توقف کامل صدور گاز روسیه به اروپا بر اثر بحران اوکراین، رژیم آخوندی گاز اروپا را تامین کند. باند ولی فقیه در تقابل با خط وابسته گرایانه باند رفسنجانی روحانی و در حمایت از دخالت روسیه در اوکراین، باند رفسنجانی را به خاطر این پیشنهاد مورد حمله قرار داده است. حسن شریعت‌مداری نماینده خامنه‌ای در کیهان ضمن شرح کشرافی از بحران اوکراین و حمایت از دیکتاتور سرنگون شده این کشور و تخته‌ای قیام مردم اوکراین، باند رفسنجانی روحانی را به دلیل حمایت از سیاست اروپا و آمریکا در مورد بحران اوکراین مورد حمله قرار می‌دهد و می‌نویسد: حالا اگر بشنوید که برخی از مسئولان محترم کشورمان در پی نجات دشمن یعنی آمریکا و اروپا از بحران یاد شده هستند، چه احساسی پیدا می‌کنید؟ بحران پیش روی اروپا در صورت دست کشیدن این دولت‌ها از زورگویی و باج‌خواهی قابل فروکش کردن است. بنابراین نه فقط جایی برای کمترین دلسوزی وجود ندارد، بلکه افزایش دامنه بحران و شدت بیشتر آن دقیقاً مانند فشار و ضربه زدن محکمتر به یک آدمکش حرفه‌ای برای پیشگیری از ادامه قتل و خونریزی اوست که مطلوب و پسندیده است. مدیر مسئول کیهان خامنه‌ای ضمن اشاره به پیشنهاد باند روحانی رفسنجانی برای تأمین گاز اروپا، آنان را برای کارگزاری نظام ولایت و مسئولیت در نظام آخوندی نالایق دانسته و نوشته: طی چند هفته اخیر بارها شاهد بوده ایم برخی از دولت مردان محترم در مصاحبه‌های داخلی و خارجی خود اعلام کردند که ایران برای صدور گاز به اروپا آمادگی دارد. یعنی به زعم آنان ایران آماده است با صدور گاز به اروپا کشورهای اروپایی را از بحرانی که به علت قطع صادرات گاز روسیه با آن روبرو شدند نجات بدهد. خوشبینانه ترین برداشت درباره آنها این است که کمترین و ابتدایی ترین شایستگی و لیاقت را برای حضور در مسئولیت‌های کنونی ندارند و ادامه حضورشان در مسئولیت آبریختن به آسیاب دشمن است. روشن است موضوعی که اصلاً ربطی به نظام آخوندی ندارد چطور به هیزومی برای شعله ورتر شدن جنگ باندهای درونی رژیم تبدیل شده و هر یک از دو باند رژیم بر اساس برداشت و توهمات خود از بحران اوکراین تیغش را علیه باند دیگر بیرون کشیده است.